رسانه‌خوانی کودک به ندرت قبل از ورود او به مدرسه تشخیص داده می شود. پژوهشگران استرالیایی با زیر نظر گرفتن کودکان به مدت 5 سال می خواهند بدانند آیا تشخیص اختلالات یادگیری قبل از رفتن به مدرسه امکان پذیر است یا نه. دنیس برنهام مدیر طرح موسوم به بذرهای سواد است. معمولا نارساخانی را قبل از اینکه کودک موفق نشود تشخیص نمی دهید. وقتی متوجه می شوید که 7 و 9 ساله است و در حال یادگیری است و شروع به بد خواندن می کند. نوزادانی که در این تحقیق شرکت می کنند 5 ماهه اند و به 2 گروه تقسیم شدند که یکی موسوم به گروه خطر است، چون فردی در خانواده نوزاد وجود دارد که از نارساخانی رنج می برد. پژوهشگران هر 3 ماه و 6 ماه آزمایش‌های صوتی انجام می‌دهند تا پاسخ نوزادان به تحریکات شنوایی را ثبت کنند و نحوه بست قدرت برقراری ارتباط شفاهی را مشاهده کنند. دنیس برهان می‌خواهد بفهمد کودک چگونه خواندن را می‌آموزد. باید بتوانیم چند سرنخ بیابیم از اینکه در سال اول زندگی چه اتفاقی میافتد که باعث گرایش کودک به نارساخانی میشود. به همین دلیل نام طرحمان را بذرهای سواد گذاشتیم. میخواییم بفهمیم منشأ سواد چیست. نه تنها علت ناتوانی در خواندن، بلکه توانایی در خواندن نیز همینطور. نارساخانی غالباً برای کودک در مدرسه به یک مشکل احساسی تبدیل می شود، چون باعث عقب افتادن او از سطح پایه کلاس خود در زمینه خواندن می شود. این اولین باری است که یک تحقیق در مورد نوزادان به عمل می آید. هنگامی که کودکان شروع به بست قابلیت گفتار کنند، آزمایش‌های مربوط به زبان و واژه نیز به تحقیق افزوده خواهد شد.